فرزانگان زرتشتی، ویژه برنامه از شبکه رادیو تلگرامی ZMTV با کاری از عرس دادا. دستور آذرکیوان. سرگروه خداشناسان، روشن روانان و اولیای متأخرین و فرزانگان زرتشتی در پایان سده دهم هجری حضرت دستور آذرکیوان می باشد. نسب حضرت دستور را چنین گونه ذکر نمودند: آذرکیوان بن آذرزردشت، بن آذربرزین آذرخورین، بن آذرآیین، بن آذرساسان، بن خردداراب، بن بزرگداراب. مادر دستور آذرکیوان شیرین نام داشت و از نژاد انوشیروان دادگر بود. دستور آذرکیوان اهل استخر و شیراز بود. 28 سال در خم نشست و به ریاضت مشغول بود. در اواخر عمر خیش به هندوستان مسافرت و پس از مباحثه و مناظره در خصوص دین و مذهب با دستوران و موبدان پارسی سوت و نوساری به عظیم آباد پتنه رهسپار و در آن دیار مرکز روحانیت در 85 سالگی در سال 1027 هجری به گروسمان خانه سرود مزدا شتافت. دستور آذرکیوان از دانشمندان معروف ایران بود و اوستا و پهلوی و فارسی و ترکی و هندی و تازی نیکو می دانست. فرزانه بهرام در شارستان می نویسد: چون آذرکیوان را آهنگ سلوک در سر پیدا شد، حکمای بزرگ یونان و هند و پارس را در خواب دید و اقسام حکمت و دانش از آنان فرا گرفت. به قول مؤلف دبستان، روزی در مدرسه که طلاب علوم مذهبی و شیخ به مباحثه و تدریس مشغول بودند، آذرکیوان وارد شد و مسائل قامزه خوره درس را که شیخ عاجز از حل آن بود روشن ساخت و معماهای آن را حل نمود. مشایخ آن دوره چون فضل خود را در برابر فضل آذرکیوان هیچ می دیدند، او را ذوالعلوم می خواندند. مؤلف شارستان از قول دستور آذرکیوان می نویسد که نسبت وی با بدن چون نسبت بدن با پیراهن بود. هرگاه می خواست به اختیار خیش روح را از بدن خارج و به گردش می رفت و چون می خواست باز به بدن آخیشجی برمی‌گشت. خود حضرت آذرکیوان راجع به مشاهدات و معاینات و گردش روح خیش که ذکرش گذشت در مکاشفات آذرکیوان آورده است: چوز اندام ها برگذشتم روان، رسیدم سوی پاک فرخ روان. روان ها بدیدم به چشم روان، روان بود میانه روانها روان. به هر چرخ و استاره دیدم روان، جداگانه با هر یکیشان روان. چون این بر سه فرسنگ دیدم روان، که بودن در یک دگرشان روان. بدانستم از بودنی ها همه، شدم با سروش بزرگ و رمه. در او چون بسی برتری یافتم، فروغی ز یزدان همی تافتم. چو بفزود پرتو برفت این منی، سروشی نپایید و اهریمنی. خدا بود از من نشانی نبود، فراموشی و یاد روانی نبود. همه را ز خود سایه‌ای یافتم،
به هوش سروشان همی تافتم، ز هوشان همی تافتم بر روان، چنین تا به اندام ها نیز خان. توانا و دانای یزدان بودم، چنین تا از این پای زیر آمدم. بدان ره که رفتم شدم سوی تن، به صد ایزدی و فر از انجمن. خداوند را پایه زان برتر است، که آمیزش بنده را در خور است. به شیدش خرد چون زمین و خود است، ز آمیزش بندگان برتر است. روان گر فروغی پذیرفت از او، ز خود رفت و دور است بس گفتگو. ز دریای هستیش گیتی نمی، نم نم بگو چیست بودش همی. نم نم نیی از نمان هم همی، ندانم چه گویم کزان هم کمی. ز مهر او نوازش کند بنده را، که بر داشتن شاید افکنده را. گدا را توانگر کند مهر او، جهان پرتوی از خور چهر او. مرا رایگان گفت و کردار داد، فر ایزدی را به من در نهاد. مرو را جزو کس نیارد ستود، که او در نیاید به گفت و شنود.